با نام و یاد خدا. سلام، من محسن محمدزاد برزگر هستم، در این فرادرس با کارگاه طراحی و مونتاژ تابلو برق در خدمتتونم و در درس اول میخوایم ببینیم که ضرورت یادگیری طراحی چیه. میدونید که استفاده از انرژی الکتریکی مستلزم توزیع درست این نیروه و طراحی و مونتاژ تابلو برق به عنوان یکی از پایه‌های اصلی توزیع از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخورداره که هر برقکاری باید با زیر و بم اون آشنایی داشته باشه. طراحی و مونتاژ یکی از شاخه‌های پرطرفدار در برق صنعتیه. میدونید که صنعت برق از ارکان جدایی ناپذیر زندگی ماست و با توجه به نقش مهم و کلیدی برق صنعتی در کارخانجات، شهرک‌های صنعتی و غیره، طراحی و مونتاژ تابلو برق یک نیاز اساسی در کنترل و راه‌اندازی دستگاه‌ها به شمار میره. مونتاژ تابلو برق کاری جذاب، پردرآمد و در این حال خیلی حساسه و کوچکترین بی‌مبالاتی در اون میتونه خسارات جبران‌ناپذیری به بار بیاره و این موضوع اهمیت آموزش اصولی در این زمینه رو دوچندان میکنه. موضوع اساسی در طراحی و مونتاژ آشنایی با تجهیزات برق صنعتیه و بهترین کارایی از آموزش برق صنعتی زمانی حاصل میشه که با تجهیزات آشنا باشیم و بدونیم هر قطعه در کجا قرار میگیره، چه کاری به عهده داره و قراره چه کاری انجام بده. هدف این آموزش در وهله اول آشنایی با المان‌های استفاده شده در تابلو برق و بعد از آشنایی با المان‌ها هنرجو میتونه یه تابلو برق رو به تنهایی طراحی و با استفاده از مطالب کلیدی که در مباحث گفته میشه تابلو برق رو مونتاژ کنه. میدونید که تولید نیرو و انرژی الکتریکی در نیروگاه انجام میشه. در واقع الکتریسیته یک انرژیه که از شکلی به شکل دیگه تبدیل میشه و در نیروگاه معمولا انرژی مکانیکی که چرخش هست طی فرایندی به انرژی الکتریسیته تبدیل میشه و خب این کار توسط ژنراتور انجام میشه. یک وسیله مکانیکی ژنراتور رو به چرخش در میاره و سیمپیچ‌های ژنراتور در اثر قرار گرفتن در میدان مغناطیسی انرژی الکتریسیته تولید میکنن. نیروگاه‌ها انواع مختلفی دارن که میتونیم به نیروگاه دیزلی، بخار، گازی و سیکل ترکیبی اشاره بکنیم که همه اینها از سوخت‌های فسیلی برای تولید نیرو استفاده می‌کنن، اما امروزه و با پیشرفت صنعت برق میتونیم از انرژی‌های دیگه مثل انرژی خورشید، باد، گرمای زمین و غیره برای تولید انرژی الکتریکی استفاده کنیم. برای انتقال قدرت از خطوط انتقال استفاده میشه. معمولا در نیروگاه‌ها انرژی الکتریکی با ولتاژ 6 کیلووولت تولید میشه و برای انتقال ولتاژ رو توسط ترانسفورماتورهای ولتاژ به سطح بالاتری تبدیل میکنن و دلیلش هم اینه که اگر با ولتاژ پایین بخوایم انتقال بدیم، به دلیل رابطه معکوس جریان و ولتاژ تلفات افزایش پیدا میکنه. پس برای پایین آوردن تلفات ولتاژ رو به سطح بالاتر تبدیل میکنیم و مجددا در سمت مصرف کننده این ولتاژ افزایش یافته رو کاهش میدیم تا بتونیم ازش استفاده بکنیم. معمولا شبکه انتقال از نیروگاه تا مصرف کننده رو به سه قسمت یا سه شبکه تقسیم میکنیم که هر کدوم سطح ولتاژ مشخص خودش رو داره. به طور معمول به دکل‌هایی که بین نیروگاه‌ها و شهرها وجود داره شبکه فوق توزیع گفته میشه که ولتاژ اونها بسته به شرایط خط میتونه 63، 132، 230 و یا 400 کیلوولت باشه. بعد از اون خط یا شبکه فشار متوسط قرار داره که ولتاژ 11، 20 و 33 کیلوولت مورد استفاده قرار میگیره که شایع‌ترین ولتاژ 20 کیلوولت و شبکه فشار ضعیف که انتهای توزیع و ولتاژ اون 400 و 220 ولت و بعد هم برق به دست مصرف کننده میرسه که سطح انرژی برای مصارف صنعتی 400 ولت و برای مصارف خانگی 220 ولت. برای اینکه ما بتونیم از انرژی برق استفاده بکنیم، باید اون رو در کنترل خودمون در بیاریم، یعنی بتونیم مصرف کننده هامون رو در برابر جریان و ولتاژ مخرب محافظت بکنیم. این کار رو توسط تابلوها انجام میدیم. تابلوها هم از نظر ولتاژ به دو دسته فشار متوسط و فشار ضعیف تقسیم میشن که ولتاژ اونها رو قبلتر گفتم که در فشار متوسط معمولا 20 کیلوولت و در فشار ضعیف 220 و 400 ولت. تابلوهایی که ما در این مبحث و هم سر و کار داریم از نوع تابلوهای فشار ضعیف با ولتاژ 220 و 400 ولت که از نظر کارکرد این تابلوها رو به دو دسته تابلوهای تقسیم و تابلوهای راه اندازی و کنترل تقسیم بندی میکنه. تابلوی تقسیم یا توزیع همینطور که در تصویر میبینی، برق اصلی وارد این تابلو میشه و توسط فیوزها و کلیدها بین قسمت‌های مختلف تقسیم میشه. فرض کنیم که
یک مجتمعی که تشکیل شده از چند ساختمون و موتورخونه، ما نمیتونیم برق اصلی رو از کنتور بگیریم و کابل رو بین تک تک ساختمون ها بچرخونیم. هم از نظر هزینه نمیصرفه و از نظر فنی هم فرض کنیم در یکی از ساختمون ها اگر اتصال برقی به وجود بیاد، مستقیما فیوز کنتور قطع میشه و کل مجتمع بدون برق میشه. ولی با استفاده از تابلو تقسیم، برق اصلی از کنتور توسط کابل اصلی میاد داخل تابلو تقسیم و از هر کدوم از این کلیدها بسته به سه‌فاز یا تک‌فاز بودن توسط کابل مجزا به هر ساختمون وصل میشه و اگه در یکی از ساختمون‌ها اتصال یا خرابی به وجود بیاد، کلید مخصوص همون ساختمون قطع میشه و بقیه مجتمع برق داره. کوچکترین نمونه تابلوهای تقسیم جعبه فیوزهایی هستن که در خونه ها نصب میشه که معمولا به اندازه تعداد اتاقها در اونها فیوز تکفاز وجود داره که هر فیوز هم مخصوص یک اتاقه. اما تابلوهای راه اندازی و کنترل برای محافظت و راه اندازی الکتروموتورها در کارخونه جات، موتورخونه ها و جاهای دیگه مورد استفاده قرار میگیره. همینطور که در تصویر میبینی، برق اصلی وارد تابلو میشه و به کلید اصلی وصل میشه و بعد بین کلیدهای هر دستگاه تقسیم میشه و بعد از کلید هم به کنتاکتورها، بعد به کنترل بار، خروجی تابلو و از خروجی هم به سمت الکتروموتور میره. این تابلوها تشکیل شده از یه سری فیوز، کنتاکتورها، شاسی‌های استاپ و استارت، لوازم اندازه‌گیری و سیمکشی‌هایی که این لوازم رو به هم مرتبط می‌کنه. در این تابلوها ما سه نوع سیستم کنترل رو می‌تونیم تعریف بکنیم: سیستم کنترل کنتاکتوری، سیستم کنترل الکترونیکی و سیستم کنترل PLC. سیستم کنترل کنتاکتوری که در تصویر می‌بینی تشکیل شده از یه سری کنتاکتور و کنتاکت‌های باز و بسته المان‌های مختلف که هر المان می‌تونه یک المان دیگر رو کنترل بکنه. به عنوان مثال در این تابلو کنتاکت باز کنتاکتور ستاره سر راه کنتاکتور شبکه قرار گرفته و تا زمانی که کنتاکتور ستاره وصل نشه کنتاکتور شبکه وارد مدار نمیشه. اما در سیستم‌های کنترل الکترونیکی خیلی از کنتاکت‌ها در اونها حذف میشه و به جاش از مدارات الکترونیکی استفاده میشه. و سیستم‌های کنترل PLC هم که به معنی کنترلگر منطقی برنامه پذیره، سیستم‌های پیشرفته و دقیقی هستند که هر روز هم استفاده از اونها گسترش پیدا می‌کنه و ویژگی اونها اینه که مدار فرمان رو می‌تونیم به صورت برنامه بنویسیم و با دقت اونها رو اجرا می‌کنه که این موضوع می‌تونه باعث حذف فیزیکی کلی از المان‌ها مثل تایمرها بشه. اما در سیستم‌های کنترل ما با دو نوع مدار سر و کار داریم که در همه سیستم‌های کنترل مشترکه و نمیشه اونها رو حذف کرد: مدار فرمان و مدار قدرت. مدار قدرت مداریه که برق اصلی یا RO/SOT رو از ورودی تابلو به مصرف کننده که در اینجا الکتروموتور وصل می‌کنه. اجزای مدار قدرت شامل فیوز، کنتاکتور، بیمتال و هادی یا همون سیمه و در واقع مدار قدرت توسط اجزای تشکیل دهنده خودش راه اندازی و کنترل میشه. با مدار فرمان همینطور که از اسمش هم مشخصه میتونیم فرمان قطع و وصل رو صادر کنیم. اجزای مدار فرمان شامل فیوز تکفاز، کنتاکت بسته بیمتال، شاسی استوب، شاسی استارت، بوبین کنتاکتور و کنتاکت های باز و بسته المان‌های مختلف. موضوع مهم در مورد مدارهای فرمان و قدرت اینه که بدون هم کارایی ندارن. یعنی شما اگه مدار قدرت رو به طور کامل بسته باشی ولی مدار فرمان نداشته باشی، نمیتونی فرمان قطع و وصل رو صادر کنی. یا برعکس، اگه مدار فرمان کامل باشه اما مدار قدرت بسته نشده باشه، با فشار دادن شاسی استارت کنتاکتور وصل میشه ولی چون مدار قدرت نقص داره الکتروموتور راه اندازی نمیشه. در درس بعد به معرفی المان‌های استفاده شده در تابلو برق می‌پردازم. با من همراه باش. در درس دوم می‌خوام المان‌های مورد استفاده در تابلو برق رو معرفی بکنم و ببینیم که هر المان چه کاری انجام میده و چطور در مدار قرار می‌گیره. این لوازم رو ما به گروه‌های مختلفی تقسیم می‌کنیم که مورد اول لوازم حفاظتی هستن که از موتور و جان اشخاص محافظت می‌کنن، شامل فیوز، کنترل فالز، بیمتال، کنترل بار، کلید حرارتی و محافظ جان. مورد اول فیوزها هستن
کار فیوزها محافظت از مدار و الکتروموتور در برابر اضافه جریان و اتصال کوتاه. انواع مختلفی داره که بعضی از اونها کم کم داره از دور خارج میشه و مدل‌های جدیدتر جای اونها رو میگیره که کارایی بهتری هم دارن. یکی از فیوزهایی که کاربرد بالایی داره فیوز فشنگیه که اینجا تصویرش رو هم میبینی، از رنج 2 تا 200 آمپر در بازار موجوده که در هر آمپر پولک فیوز رنگ مشخصی داره و روی پایه مخصوصی سوار میشه که بهش پایه بوکس گفته میشه و تک فاز. مورد بعدی فیوز سیگاریه که در رنج 6 تا 125 آمپر در بازار موجوده، روی پایه مخصوص سوار میشه که در بازار بهش پایه سکسیونال گفته میشه و این پایه ها به صورت تک فاز و سه فاز موجوده. مورد بعد فیوز تیغه‌ایه در دو نوع پایه بلند و پایه کوتاه در بازار موجوده، روی پایه های مختلفی سوار میشه که یه نوعش این شکله که تیغه های دو طرف فیوز روی این پایه ها سوار میشه. هم نوع تک فازش هست و هم نوع سه فاز. نوع بعدی هم این تصویره که بهش پایه فیوز پیچاز گفته میشه که سه تا فیوز تیغه‌ای داخلش سوار میشه. رنج پایه ها نسبت به فیوز به این صورته که فیوز 6 الی 160 روی پایه 160 سوار میشه، فیوز 160 الی 250 آمپر روی پایه 250 آمپر سوار میشه، فیوز 250 الی 400 آمپر روی پایه 400 آمپر سوار میشه و فیوز 400 الی 630 آمپر روی پایه 630 سوار میشه. رنج استاندارد آمپری هم از 2 آمپر تا 1250 آمپر. مورد بعدی کلیدهای مینیاتوری هستن. موضوع مهم اینه که فیوزها و کلیدهای مینیاتوری از نظر ساختار با هم فرق دارن. یعنی در فیوزها یک فلز ذوب شونده وجود داره که در زمان اتصال کوتاه یا اضافه جریان این فلز ذوب میشه و فیوز دیگه قابل استفاده نیست. اما در کلیدهای مینیاتوری و کلیدهای اتومات ساختار به این صورته که زمان اتصال کوتاه یا اضافه جریان مثل بیمتال عمل میکنه و جریان برق رو قطع میکنه و بعد از اینکه اتصال کوتاه برطرف شد میتونیم دوباره کلید رو وصل کنیم و ازش استفاده بکنیم و نیازی به تعویض نداره. کلیدهای مینیاتوری در انواع تک پل، دو پل، سه پل و چهار پل در آمپرهای 2 تا 63 آمپر در بازار موجود هستند. در تیپ‌های مختلفی تولید میشن که هر تیپ عملکرد مشخص خودش رو داره، ولی اون چه در بازار متداوله تیپ B یا کندکار که برای روشنایی استفاده میشه و تیپ C یا کندکاره که برای راه‌اندازی موتورها استفاده میشه و قادر جریان استارت رو که 4 تا 7 برابر جریان نامیه تحمل بکنه. یه سری اطلاعات روی کلید نوشته شده که اینجا تیپ و آمپر کلید مشخصه که تیپ C و آمپر 63 درج شده. ولتاژ قابل تحمل این کلید 400 ولته و نکته مهم این علامت بیمتاله که باید در زمان خرید دقت کنید که این علامت رو داشته باشه، چون اگه نداشته باشه فقط به عنوان کلید قطع و وصل عمل میکنه و حفاظت انجام نمیده. مورد آخر هم کلید اوتومات یا کمپکته که عملکردش مثل کلید مینیاتوری از رنج 16 تا 1250 آمپر در بازار موجوده، دو نوع فیکس و قابل تنظیم داره که نوع قابل تنظیم معمولاً از 8 تا 1 قابل تنظیم، یعنی یک کلید اوتومات 100 آمپر رو اگر روی 8 تنظیم بکنیم 80 آمپر رو میتونه تحمل بکنه و اگر روی 1 تنظیم بکنیم تا 100 آمپر رو قادره که تحمل بکنه. نکته بسیار مهم در مورد کلید اوتومات اینه که در زمان قطع نباید این اهرم رو به پایین فشار بدیم، یعنی زمانی که میخوایم مدار رو قطع بکنیم نباید از این اهرم استفاده بکنیم، بلکه باید توسط این دکمه که در زیر اهرم تعبیه شده کلید رو و مدار رو قطع بکنیم. وسیله حفاظتی بعدی کنترل فاز که در برابر 3 عامل مدار رو محافظت میکنه. 2 فاز شدن یعنی اگر 1 فاز قطع بشه دستگاه مدار رو قطع میکنه، چون اگر الکتروموتور با 2 فاز کار بکنه سیمپیچش دچار آسیب یا سوختگی میشه. عدم توالی فازها یعنی اگر فازهای ما به هر دلیلی جابجا بشه مدار رو قطع میکنه، یعنی آر اس و تی که به صورت قراردادی پشت سر هم در نظر میگیریم جای 2 تا از اینا اگر عوض بشه
عوض شدن جای فازها باعث چپ کار کردن موتور میشه که کنترل فاز از این مورد هم جلوگیری میکنه. عدم تقارن فازها، ولتاژ برق ایران 400 ولت و هر سه کلاف الکتروموتور در حین کار باید با همین ولتاژ تغذیه بشه و اگر یکی از فازها کمتر یا بیشتر از 400 ولت بشه میتونه باعث آسیب و یا سوختن الکتروموتور بشه که کنترل فاز از این کار جلوگیری میکنه. سه تا ترمینال در این بالا داره، RS و T بهش وصل میشه، یک کنتاکت باز و یک کنتاکت بسته داره. سه تا ترمینال در این پایین میبینید که هست، ترمینال 15 مشترک، 16 به عنوان کنتاکت بسته استفاده میشه و 18 هم به عنوان کنتاکت باز استفاده میشه. وقتی برق وصل بشه و سه فاز ایرادی از نظر توالی، تقارن و دو فاز بودن نداشته باشه، اتصال بین ترمینال 15 و 18 برقرار میشه و میتونیم مدار رو استارت بکنیم. در نتیجه کنتاکت 15 و 18 ما در مسیر مدار فرمان قرار میگیرن. حفاظت بعدی بیمتاله که از موتور در برابر اضافه جریان محافظت میکنه. سه تا ورودی در این بالا داره که به کنتاکتور متصل میشه و سه تا خروجی هم از این پایین به سمت الکتروموتور میره. یه ولوم در این قسمت داره که ما آمپر موتور رو اینجا میتونیم تنظیم بکنیم. مثلا اگر روی 11.5 آمپر تنظیم بکنیم، اگر موتور به هر دلیلی بیشتر از 11.5 آمپر مصرف کنه، بیمتال مدار رو قطع میکنه و از سوختن الکتروموتور جلوگیری میکنه. یک کنتاکت باز داره با شماره ترمینال 97 و 98 و یک کنتاکت بسته داره با شماره ترمینال 95 و 96 که کنتاکت بسته در مسیر مدار فرمان قرار میگیره تا در موقع لزوم مدار رو قطع بکنه. یه دکمه هم در اینجا داره که وقتی مدار قطع میکنه میتونیم توسط این دکمه دوباره بیمتال رو ریست بکنیم و چنانچه احیانا بخوایم در موقع کار مدار رو قطع بکنیم میتونیم از این دکمه که کنارش استوب نوشته شده استفاده بکنیم. حفاظت بعدی کنترل باره که کارایش مثل بیمتاله ولی عملکردش فرق داره. در بیمتال از گرمای ایجاد شده توسط جریان برای کنترل مدار استفاده میشه ولی اینجا به صورت الکترونیکیه و در داخل کنترل بار ترانس جریان هایی تعبیه شده و سیم یا کابل موتور از داخل این سوراخ ها عبور میکنه و مقدار جریان عبوری رو روی نمایشگری که این بالا هست به ما نشون میده. قابلیت تنظیم داره و روی هر آمپری که تنظیم کنیم وقتی جریان عبوری بیشتر از مقدار تنظیم شده بشه مدار رو قطع میکنه. دو نوع آنالوگ و دیجیتال داره که نوع دیجیتال کارایی خیلی بهتری نسبت به نوع آنالوگ داره و میتونیم تنظیمات رو طوری انجام بدیم که از جریان استارت چشم پوشی کنه و یا به طور مثال طوری تنظیم کنیم که اگر آمپر عبوری تا 10 ثانیه بیشتر از حد تنظیم شده بود مدار رو قطع نکنه و بعد از 10 ثانیه مدار رو قطع کنه. یه فاز و یه نول متصل میشه برای تغذیه دستگاه و برای فرمان هم به کنتاکت های سی و نورمال اوپن متصل میشه. سیم های قدرت هم همونطور که گفتم از داخل این سوراخ ها عبور میکنه. البته کابل 25 میلیمتر به بالا رو نمیتونیم از اون عبور بدیم. حفاظت بعدی کلید حرارتیه که ترکیبی از قابلیت کلید مینیاتوری و بیمتال رو داره. مدار قدرت از بالا متصل میشه و خروجی هم از پایین. یه ولوم داره که مثل بیمتال میتونیم روی آمپر دلخواه تنظیم کنیم و هر موقع آمپر عبوری از آمپر تنظیم شده بیشتر بشه مدار رو قطع میکنه. دو تا کلید هم در این قسمت داره که به عنوان استوب و استارت عمل میکنه. حفاظت بعدی محافظه جان در دو نوع دو پل و چهار پل در بازار موجوده. این شکل که میبینی چهار پله که سه فاز و یه نول بهش متصل میشه و به زبان ساده با مقایسه جریان عبوری از فازها با جریان عبوری از نول از جان افراد